سلام، امروز در خدمتتون هستم با آموزش خاگینه. مگه میشه شب یلدا بدون چایی بگذره و در کنار چایی خاگینه نباشه؟ خاگینه رو ما همیشه شب یلدا درست میکنیم و همراه چایی مصرف میکنیم. به خاطر همین که قول داده بودم موادی که توی شب یلدا مصرف میکنید و درست کنم، خاگینه هم یکی از موادیه که ما شب یلدا، خوراکیایی که شب یلدا تهیه میکنیم. خب من شروع میکنم به کار با مواد اولیه. شکر دارم 2 پیمانه، تخم مرغ 3 عدد، آرد گندم 1 پیمانه، مغز گردو به میزان لازم، ماست 4 قاشق غذاخوری، خلال پستو بادوم به میزان لازم، زعفرانم به میزان لازم. ما 1/2 لیمو ترش هم نیاز داریم. من ابتدا قبل از اینکه کارمو شروع کنم شربت رو آماده میکنم. گفتم 2 پیمانه، اینجا ما شکر داریم، با 1.5 پیمانه آب میذارم به جوشه و کمی هم زعفران. اینم برای داخل خاگینه نیاز داریم. 1.5 پیمانه آبم بهش اضافه میکنیم. 1/2 لیمو ترش هم داشتیم. 1/2 پیمانه لیمو ترش رو آبش رو میگیرم. اینم میریزم توی موادم. حالا این مواد رو 10 دقیقه میذارم بجوشه، یعنی بعد از این که جوشید 10 دقیقه بعد روی حرارت بمونه. من این کار انجام میدم. شربت گذاشتم قوام بیاد. حالا میریم سر خود خاگینه. من ماست و زعفرانم و وانیل دارم، وانیل شکری 1/2 قاشق چایخوری و بیکینگ پودر دارم 1/2 قاشق مرباخوری. کافیه. اینا رو میزنم. خب حالا تخم مرغ رو دونه دونه به این مواد اضافه میکنم. دومی رو به همین ترتیب. سومین تخم مرغم میشکنم دوباره. گردوها رو اضافه میکنم. تو آخرین مرحله آرد اضافه میکنم. خلال پسته و بادومم برای تزئینه. روغنم 1 قاشق غذاخوری میریزم توی ماهیتابه، میذارم کمی داغ بشه. این مواد رو داخلش میریزم، درش رو میذارم و میذارم کاملا سرخ شه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونم، طرف دیگرش سرخ میشه.
غلظتش هم همینقدره. یه قاشق همونطور که گفتم روغن رو ریختم توی ماهیتابه و اجازه میدم تا کاملا حل شه. شربت هم داره میجوشه. ببینید بعد از جوشیدن 5 الی 10 دقیقه با شعله کرهله روغنمون داغ شده. مواد خاگینه رو داخلش میریزم. پهنش میکنم کاملا. با یه قاشق کاملا توی ظرفمون رو تمیز میکنی. حالا خاگینه رو کاملا صاف میکنیم روشو. خب الان وقتی که کاملا یه نواق شد توی ماهیتابه درش رو میذاریم با شعله کم سرخ بشه. یه طرفش که سرخ شد طرف دیگر رو سرخ میکنیم و وقتی دو طرف کاملا سرخ شد میذاریم توی یه ظرفی و اجازه میدیم کمی خنک شه. بعد از خنک شدن ما اون شربتش رو بهش اضافه میکنیم. خب خاگینم یه طرفش سرخ شد، من پشت رو کردم و طرف دیگرش هم سرخ شد. وقتی که طرف زیرم سرخ شد درش رو بر میدارم میذارم 10 دقیقه توی خود ماهیتابه خنک بشه. خب خاگینه ما حاضر شد. من روش رو با خلال پسته و بادوم و گل محمدی تزیین کردم و گذاشتم سرد شده خاگینه. شربتش رو میریزم. سعی کنید یه ذره از این شربت رو هم تو ظرفی که سرو میکنید بریزید تا نمای قشنگی به خودش بگیره. هر مدل برشی هم که میخواید میتونید به این بزنید، به شکل لوزی، مربع یا همین سه گوش. امیدوارم که از فیلم خاگینه من خوشتون اومده باشه و در کنار خانواده توی هوای سرد شب یلدا با یه لیوان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که روزای خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.